فرشته مولوی، نویسنده و مترجم همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین خانم مولوی. شما اخیراً بیانیه رو منتشر کردین که نویسندگان و شاعران داخل و خارج از ایران همون رو امضا کردن. برای ما لطفاً از جزئیات این بیانیه بگین. سلام میکنم به شما بینندگان برنامه شما. ببینین، فکر نوشتن این بیانیه برآمده از در واقع ضرورت همراهی و همبستگی با جنبش و خیزش انقلابی مردم ایران بوده. ما میدونیم که ما در این چند ماه در واقع در یک چرخشگاه تاریخی هستیم، یک رویداد بزرگ فعلی در حال شدن هست و بنابراین شهروندان از هر گروه و صنف و دسته‌ای که باشن به شکل فردی یا به شکل جمعی دارن واکنش نشون میدن. بنابراین به این دلیل فکر کردم که یک جمع کوچکی، حتی اگر که از اهل ادبیات، داستان نویسان، شاعران، نویسندگان ادبی، منتقدان، هر کس که با ادبیات سر و کار داره هم به شکل در واقع گروهی و جمعی میتونه که پاسخ بده به این جنبش و اعلام همبستگی و همصدایی بکنه. و همونطور که شما اشاره کردین، در کنار این همراهی و همصدایی با جنبش تأکید شده بر محکوم کردن سرکوب و بازداشت کسانی که این روزها در این چند ماه گرفتار شدن، تأکید شده بر خواستاری آزادی زندانیان سیاسی بیدرنگ و بیقید شرط، و من اضافه میکنم الان اینجا به ویژه آزادی اندیشه و قلم و بیان برای نویسنده ها شده، و در نهایت اینکه در این مجموعه این بیانیه صحبت از دو چیز هست. یکی حقوق شهروندی هست که نویسنده هست و اهل ادبیات هست در کنار حقوق و آزادی های دموکراتیک دیگر برای شهروندان دیگر ایران، و دوم مسئله این که در واقع اعلام میشه و گفته میشه که شهروندی که اهل ادبیات هست و نویسنده و شاعر هست هم در ضمن این که خواستار حقوق خودش هست و خواهان آزادی های قلم و بیان هست، به وظیفه یا خویشکاری یا مسئولیت خودش هم آگاهه، و به همین دلیل که مسئله سانسور مطرح شده و اینکه کوشش میکنیم که حالا حتی اگر که یک گروه کوچکی هستیم، کوشش میکنیم که بدون سانسور آثارمون رو به خوانندگانمون برسونیم.